جدیدترین سامانه پدافندی ایران که میتونه در عرض 3 دقیقه مستقر و فعال سازی بشه و در کمتر از 20 ثانیه به هدف عکس العمل نشون بده. این سامانه قدرتمند چیزی نیست جز پدافند موشکی آرمان. سامانه آرمان یک سامانه پدافند هوایی برد متوسط و ارتفاع بلنده که برای محافظت از نقاط حساس در برابر تهدیدهای هوایی مانند موشک‌های بالستیک کوتاه برد، موشک‌های ضد رادار و موشک‌های کروز، بمب‌های هدایت شونده و بالگردها و پهپادها طراحی شده. از مهمترین ویژگی‌های این سامانه میتونیم به زمان واکنش کمتر از 20 ثانیه، پوشش 360 درجه منطقه عملیاتی، قابلیت درگیری همزمان با 6 هدف، استقرار و آماده به کار شدن در 3 دقیقه اشاره کنیم. سامانه آرمان یک سامانه کاملا متحرکه که قبلا با عنوان سامانه صیاد تاکتیکی در رژه ارتش در فروردین ماه سال 1401 مشاهده شده بود. لازم به ذکره که نسخه صادراتی این سامانه هم در نمایشگاه آرمی 2023 مسکو با نام صیاد تاکتیکی به نمایش گذاشته شد. حالا چرا اسم این سامانه رو از صیاد تاکتیکی تغییر دادن به سامانه آرمان؟ به خاطر بزرگداشت، حفظ یاد و نام شهید آرمان علیوردی از سامانه صیاد تاکتیکی به سامانه آرمان تغییر نام داده شد. طراحی سامانه آرمان یک نوآوری بزرگ و کلیدی محسوب میشه چون که ادغام رادار پیشرفته و پرتابگر موشک‌ها در یک خودروی متحرک انجام شده که در کنار قدرت ویرانگری بالایی که داره متحرکه و خیلی سریع هم استقرار پیدا میکنه و در صورت لزوم خیلی سریع جابجا میشه. سامانه آرمان زاویه پوشش 360 درجه‌ای داره که باعث شده چابکی کلی سیستم افزایش پیدا کنه. از این رو یک واحد از سامانه پدافند هوایی آرمان شامل یک خودروی حامل رادار و 3 پرتابگر عمودی موشک هستش. سامانه پدافندی برد بلند شهید آرمان از 2 نوع رادار آرای فازی استفاده می کنن. این سامانه پدافندی در ابتدا با رادار آرای فازی نجم 804B که یه رادار از نوع اکتیف هستش مشاهده شده بود. در نمونه های بعدی مشاهده شده، سامانه شهید آرمان مجهز به رادار آرای فازی دیگه از نوع پسیف هست که در سامانه جوشن هم به کار گرفته شده بود. سامانه‌ای که رادار آرای فازی فعال داره برای نیروی هوافضای سپاه و سامانه‌ای که رادار آرای فازی غیر فعال داره برای نیروی پدافند هوایی ارتش ایران ارائه میشه. این سامانه پدافندی در هر دو نوع رادار خودش توانایی اسکن آسمان و کشف اهداف تا حداکثر برد 180 الی 200 کیلومتر و توانایی قفل راداری بر روی اهداف از فاصله 160 کیلومتری رو داره و همچنین در برد 120 کیلومتر هم با اهداف درگیر میشه. رادارهای این سامانه تا سقف ارتفاع 27 کیلومتری از سطح زمین هم توانایی رهگیری اهداف رو دارن. اهدافی مثل انواع جنگنده ها، موشک های کروز، بالگرد ها و پهپادها و همچنین موشک های بالستیک کوتاه برد. این سامانه میتونه 12 هدف رو همزمان رهگیری کنه و با 6 هدف به صورت همزمان درگیر بشه. تا به الان تلار این سامانه پدافندی با 3 موشک و تل این سامانه پدافندی با 6 موشک مشاهده شده. پدافند آرمان قابلیت استفاده از چند نوع موشک رو داره. این سامانه پدافندی توانایی شلیک موشک صیاد 2 با برد 70 کیلومتر و موشک پدافندی صیاد 3 با برد 120 کیلومتر رو داره. علاوه بر این دو نوع موشک، این سامانه پدافندی توانایی حمل نسخه جدید و ارتقا یافته موشک صیاد 3 با نام صیاد 3F که نمونه عمود پرتاب موشک صیاد 3 است رو هم داره. طول موشک صیاد 3F 6.1 متر و قطر اون 40 سانتی متر است و وزنی معادل 1000 کیلوگرم داره. برد این موشک سوخت جامد 120 کیلومتر و حداکثر ارتفاع درگیری اون از سطح زمین 27 کیلومتر و سرعتی حدود 4.5 الی 5 ماخ داره.
در تصاویر منتشر شده از این سامانه دو نوع موشک روش نصب شده بود که ناشناس بودند و ظاهری شبیه به موشک سایدوایندر بلاک 2 آمریکایی و یکی هم موشک تامیر سامانه پدافندی گنبد آهنین اسرائیلی داشت که اطلاعات دقیقی از این موشک ها هنوز در دسترس نیست. قابلیت پرتاب عمودی موشک در این سامانه این توانایی را به اون میده تا بدون نیاز به تغییر زاویه و چرخش پرتابگر به سمت هدف اقدام به شلیک موشک کنه و این قابلیت مهم سرعت واکنش سامانه در مواجهه با تهدیدات رو به طرز چشمگیری افزایش میده. یکی از ویژگی‌های برجسته این سامانه مکانیزم خودحفاظتی در برابر تهدیدات هستش که پیشرفت قابل توجهی نسبت به سایر سامانه‌های پدافند هوایی قبلی مانند سامانه‌های 3 خرداد و 15 خرداد محسوب میشه. بر اساس اطلاعات موجود در این سیستم یک پارتی محافظتی یکی از سیلوها به این امر اختصاص داره. در واقع سامانه آرمان در یکی از سیلوهای خودش به یک سامانه پدافند هوایی کوتاه برد دیگه هم مجهزه که موشک‌های اون به صورت کواد پک یعنی قراردهی 4 موشک کنار هم در یکی از سیلوها قرار می‌گیرن و توانایی درگیری با اهداف در محدوده چند کیلومتری رو به سامانه آرمان میدن که همونطور که گفتیم سیستم خودمحافظتیه که این سامانه رو در برابر حملات موشکی و تهدیدات ارتفاع بسیار پایین مثل موشک‌های کروز و بمب‌های هواپرتاب محافظت می‌کنه. نظر شما راجع به این سامانه پدافندی چیه؟ نظرتون رو برامون کامنت کنید.